نبردی که بین مردم ایران و جمهوری اسلامی از آغاز انقلاب شروع شده در ابعاد متفاوتی هنوز ادامه داره به ویژه زنان ایرانی که بیش از چهار دهه آپارتایت جنسیتی نظام اسلامی رو با پوست و گوشت خودشون احساس کردند حاضر نیستن که به عقب برگردن. از رقص دختران اکباتان به بعد دور جدیدی رو از اعتراضات مدنی به صورت رقص زنان و دختران در شهرهای مختلف شاهد بودیم با این وجود گاهی هم پرسیده میشه که خب چرا رقص نشانه آزادی هست و ما که مشکلات اساسی تری داری داریم یا چرا مسئله یه هجاب بلوان نکته محوری درگیری بین نظام و زنان هر روز برجسته تر میشه اما مردم به خاطر گرانی و وضعیت اقتصادی مانند هجاب اعتراض نمی کنن و اعتراضات گسترده ای رو در خیابان ها سازماندهی نمی کنن. امروز با ما باشید با این برنامه شما و شورا تا به این پرسش ها پاسخ دهیم. سلام عرض میکنم جناب آقای شاهدی با ما هستید با سلام خدمت همه بینندگان گرامی تلویزیون شورای مدیت گزار و تشکر از پیام ها و سوالات و انتقادات شما از رقص دختران اکباتان به بعد دور جدیدی از اعتراضات مدنی به صورت رقص زنان و دختران در شهرهای مختلف رو شاهد بودیم با وجود این بین عزیزان بیننده فرد پرسیده که آقای شاهده این رقص که نشانه آزادی نیست و ما مشکلات اساسی تری داریم لطفا اولویت مشکلات رو از دیدگاه شورا برای ما مشخص کنید ببینید وقتی شما در جامعه اجازه ندارید برقصید نشانه چه چیزی است وقتی حکومت رقص را ممنوع می کند و مردم به خاطر رقصیدن باید سرکوب بشوند یه روی سرکوب ارسال بشود با گاز اشکاور با آنها حمله بشود نشانه چه چیزی است؟ آزادی فردی و زندگی خصوصی افراد چه ربطی به حکومت دارد؟ جمهوری اسلامی 43 سال تمومه که در زندگی خصوصی افراد از لباس پوشیدن گرفته تا اتاق خواب آنها دخالت می کند. و به همین ترتیب هم آزادی فردی افراد رو در همه زمین ها محدود کرده. حکومت دیکتاتوری در قسمت سیاسی محدودیت ایجاد می کنند. مشکلشون با افراد سیاسی جلوی تشکل احزاب رو می گیرند و مخالفان سیاسی خودشون رو دستگیر می کنند. ولی وقتی حکومتی در زندگی روزانه مردم در حقوق خصوصی آنها دخالت می کند، مبارزه برای هر کدوم از این امور از جمله رقص و مقابله با حکومت به یک امر سیاسی تبدیل می شود. این نوع حکومت ها رو که حکومت های ایدئولوژیک می گویند تمام تلاششون این هست که فرد فرد افراد یک جامعه رو مطابق آن ایدئولوژی وادار به اطاعت بکنند. حکومت اسلامی به عنوان در حقیقت نماد یک اسلام سیاسی بیش از اینکه به اداره یک جامعه فکر بکنه به رفع مشکلات اقتصادی مردم فکر بکنه به دخالت در امور زندگی خصوصی مردم میپردازه این چیزی است که احتیاجی به گفتن من نداره چهل و سه سال مردم ایران با گوشت و پوست خودشون رو حس کردن او میخواهد تسلط این ایدئولوژی رو بر زندگی روزمره مردم ببیند اون میخواهد جامعه اسلامی در خیابان حاکم بشود به همین خاطر است که انقلاب زن زندگی آزادی که در حقیقت تونسته دیواره های ایدولوژیک این حکومت رو بشکنه اقتدارش رو در حقیقت زیر زد ببره خواب این جماعت رو آشفته کرده در چنین چارچوبی اگه قضیه رو نگاه بکنی اون وقت میفهمیم که رقصیدن یک نوع قیام علیه محدودیت های اسلامی است اون وقت میفهمیم که رقصیدن یک نوع نافرمانی مدنی است رقصیدن نمادی میشه برای مقاومت یک نوع اعتراض هست و تنها ما نیستیم کشور آمریکای لاتین آفریقایی همه از رقص به عنوان اعتراض استفاده کردن جمهوری اسلامی رقص رو نشانه ناپاکی ابتزال و انحراف زنان جامعه میدونه اساساً با زنانگی مشکل داره و اون رو مسر گناه میشماره و از نظر آنها زن عفیف و پاکدامن کسی است که ناواز بخواند و نه برخصد و نه بخندد و در بهترین حالت در سایه یک چادر سیاه زندگی میکنند این زن عفیف میتواند معشوقه محشوق... حرمسرای آنها باشد ولی در عرصه عمومی باید خفه خون بگیرد به اصطلاح آنان بنابراین رخصیدن امروز به مسابع دفاع از آزادیگاه فردی به مسابع ابزاری در مقابل تحمیل اقتدار یک ایدولوژی یک اسلام سیاسی یک سلاح مبارزه است و اولویتش کمتر از مبارزات دیگر نیست سوال دوم رو بیننده عزیزی پرسیده مسئله یه هجاب به عنوان نکته یه محور درگیری بین نظام و زنان هر روز برجسته تر میشه اما چرا مردم برای هجاب عصبانی میشن اما برای وضعیت اقتصادی و گرانی مانند هجاب واکنش نشون نمیدند ببینید این سوال خوب رو باید پاسخش رو در زفه این 43 سال گرفته باشیم هجاب اونیفرم اجباری حکومت اسلامی است پرچم و اقتدار اونه نیمی از یک جامعه رو شامل میشه اغلب برادران و پدران و شوهران در تمام این سالها به نوعی با این مسئله درگیر شدند یک نوع تحمیل است یک تحمیلی در قرن 21 که متعلق به قرون وساس که برای همگان عیان است مردم اون رو هر روز به چشم میبینند شما گشت, ارشاد اصلا... اسلامی و درگیری بین زنان و معموران را در این 43 سال در خیابانهای ایران در همه شهرستانها کوچیک و بزرگ همه دیدند که با چه شقاوتی برای یک تیک پارچه به اسم روسری با زنان و دختران و خواهران ما برخورد کردن در خیابون بنابراین دعوای برسر حجاب جلوی چشم همه جامعه هر روز ادامه داره ولی گرانی و یا مشکلات اقتصادی چهره پنهان داره و در ذهن گرانی برای همه یکسان نیست برای بعضی از های اجتماعی اصلا آزار نمیده گرانی رو و برای بعضیها خیلی بیشتر بنابراین غیر از این مسئله از بود دیگه هم به قضیه نگاه کنیم بحث حساسیت در مقابل آزادی و حساسیت در مقابل فقر خیلی متفاوته محدودیت آزادی شامل همه افراد یک جامعه میتونه بشه از هر طبقه ای که باشند فقیر یا ثروتمند و به همین خاطر وقتی از فیلسوف مشهور آیزا برلین میپرسند که شما بین مبارزه برای آزادی و یا برای نان کدام را انتخاب می کنید به روشنی جواب میده برای آزادی مبارزه خواهم کرد چون اگر آزاد باشم میتونم برای فقر و برای نان هم مبارزه بکنم شما در همین هفته های اخیر دیدید که مجلس شورای اسلامی شورای امنیت ملی قوه قضاییه ائمه جمعه همه و همه و همین امروز هم خود شخص علی خامنه ای مدام دارن از برباد رفتن حیثیت اسلام حرف میزنند که بر جامعه توسط زنان تعمیل شده خون شهیدان برباد رفته چون موهای خانوها در جامعه دیده شده کدام عقلی کدام منطقی میتونه اینو بفهمه که برای اینکه که خانمها رو به زور رو بکنند و موهاشون بپوشونند ده ها ابلاغیه حکومتی ساده شده باشه از جریمه نقدی 3 میلیارد دولار... تومانی گرفته تا محرومیت از خدمات اجتماعی تا ممنوع خروش شدن از کشور تا توقیف پاسشون و غیره این رو به هر جایی در دنیا بگید خنددار به نظر خواهد رسید شما در نظر بگید اگه زنی رو در جمهوری اسلامی بکشید پول دیش 450 میلیون تومن میشه ولی اگر الان شما رو بدون هجاب در خیابان ببینید جریمه 3 میلیاردی براتون میفرستن عمق فاجعه رو ببینید این دولت دولت جمهوری اسلامی چرا اینقدر حساسیت برای مسئله اقتصادی به خرج میده چرا برای کنترل ارز چرا برای مبارزه به فساد این کار رو نمیکنه پاسخ روشنه جمهوری اسلامی به عنوان نماد یک اسلام سیاسی عقب افتاده خود را مالک تن زن میداند می این و میگوید این تن گناه آلوده باید مطابق قوانین شرعی من زندگی کند اینجاست که در حقیقت این تفکر قرون وسطایی توسط انقلاب ژینا مورد هدف قرار گرفته و به همین خاطر است که صدای آقایون در اومده و وا سر دادند که در حقیقت آه دوره آخر زمانی شده چون خانم ها موهاشون بیرونه مسئله مبارزه با حجاب اجباری عنوان نقطه محوری مبارزه زنان مبارزه ایران و همچنین مردان مبارزه ایران با جمهوری سامی تا سرنگونی آن ادامه پیدا خواهد کرد ما امید یک ای ایران آزاد برای زنان جامعه ایران برای جوانان و برای همه شهروندان ایران تا برنامه بعدی بدرود سپاسگزارم از شما جناب آقای شاهدهایی تا برنامه بعدی بدرود